دولت پاکستان از افزایش عضویت دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها در سازمان هایی که تروریستی می خواند نگران است. در یک ماه گذشته شماری از افراد با پیشینه تحصیلات دانشگاهی در پاکستان کشته و یا بازداشت شدند. این افراد به انجام فعالیت های افراط گرایانه متهمند. علی حسینی از اسلام آباد گزارش می دهد. تصاویر دوربین مداربسته نشان می‌دهد که یک نفر با آرامی به طرف خواجه اظهار الحسن عضو برجسته جنبش متحد قومی پاکستان در کراچی نزدیک می‌شود، سلاح کمری خود را بیرون می‌آورد و شلیک می‌کند. یکی از حمله کنندگان که فرار کرده عبدالکریم سروی صدیقی است، دانشجوی سابق فیزیک کاربردی دانشگاه کراچی. آقای صدیقی تنها دانشجوی نیست که به داشتن فعالیت‌های تروریستی متهم است. عمر سعید شیخ پاکستانی، دانشجوی علوم ریاضی مدرسه اقتصاد لندن، دانیل پرل، خبرنگار آمریکایی را کشت. فیصل شهزاد، آمریکایی پاکستانی تبار، پولدار و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بریچپورت به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در میدان تایمز نیویورک دستگیر شد. سعد عزیز، کارشناسی مدیریت بازرگانی، همراه 7 نفر دیگر 43 نفر از شیعیان اسماعیلی را در کراچی برگبار بستند. نورین لغاری، دانشجوی علوم پزشکی هم به اتهام برنامه ریزی حمله به کلیساها در لاهور بازداشت شد. دادگاه ضد تروریسم پاکستان اعلام کرده تاکنون 134 پرونده شبه نظامیانی را بررسی کرده که مقطع تحصیلیشان کارشناسی و ارشد بوده. در فضای علمی پاکستان، موضوع ستیزجیان دانشگاهی هر چند وقت با انجام عملیات یکی از آنها دوباره مورد بحث قرار می گیرد. نظارت بر عهده چی کس است؟ نهادهای امنیتی؟ استادان دانشگاه کراچی در حیطه کاریشان متخصص هستند. کیمیا درس می دهند، علوم سیاسی درس می دهند، ولی نمی توانند کارهای امنیتی انجام دهند. اما اگر احتمالاً استادان در فعالیت‌های تروریستی دست داشته باشند، باید تحت نظارت قرار گیرند. کارشناسان به این باورند که برای جلوگیری از افزایش تعداد این افراد، نیاز است که اصلاحاتی در مراکز دینی انجام بگیرد و در دانشگاه‌ها برای گفتگو و بحث فضای باز ایجاد شود. حکومت باید سیاست جامعه را ارائه کند، مسئله اصلاحات مدارس را مطرح کند که موضوعی خیلی مهم است، و اتحادیه‌های دانشجویی اجازه فعالیت بدهند. همزمان حکومت می تواند دوره‌های آگاه ساختن استادان از اندازه و سطوح تهدیدات افراط‌گرایی را دایر کنند. تا زمانی که این کارها بشود، به نظر می رسد صفحه کتاب ستیزجیان دانشجو همچنان ورق می خورد و به گفته برخی از دانشگاهی‌ها همچنان باید نگران بود که چه کسی دانشجوست و چه کسی دانشجوی ستیزجو. بی بی سی، اسلام آباد.